درسته اقتدار خارجی اقتدار داخلی میخواد، این هم حرف غلطی نیست. در اقتدار داخلی هم بخش اعظمش از مشارکت بالای مردم و تعیین دیدگاه توسط مردم هست. حالا من با این بحث کاری ندارم، اجازه بدید به قسمت دیگه بحث بپردازم. در مورد مردم برخی ها اظهار نظرهایی کردن که من احساس کردم هیچ درک درستی از روابط بین الملل و اقتصاد به هم پیوسته جهانی ندارم. اولا من برجام که اصلا بحث نشد، در مورد تحریم هم هیچ حرفی زده نشد، اصلا در مورد تحریم ها زیاد نشد. گاهی هم وارد تحریم شد، تحریم شدن البته پیشا مناظره ها ما اینا رو زیاد میشنیدیم. مثلا مثال میزدن همسایه ها، همین کشور عراق که مثال زدن به عنوان کشوری که دوست، همسایه و برادر ما بوده و هست، پیوستگی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی زیادی ما با اونها داریم، برای خرید واکسن کرونا بدون اجازه آمریکا پول خودمون رو نمیتونست انتقال بده. این واقعیت جهانیه. مثلا در مورد تعریف من نمیدونم چه درکی از روابط و روابط بین الملل هست. وقتی ماهیت تحریم ها درک نشه یا آمدانه نادیده گرفته بشه، طبیعیه که اظهار نظرهای مختلفی صورت میگیره. البته به نظرم مشکل ما در این مناظره فقط نام نبردن از تحریم نبود، بلکه مشکل بود که برخی حتی ماهیت تحریم رو هم درک درستی ازش ارائه نمیدادن، یا شاید هم نادیده میگرفتن به خاطر اینکه یک سر دولت منفی انگاشته بشه و سالهای بی تحریم رو با سالهای با تحریم با هم جمع بزنن و اساسا سه سال آخر رو تعمیم بدن به کل. شاید هم حالا این یک هدفی بود که خب برخی از دوستان محترم این رو ادامه دادن. این داستانی که من روایت میکنم مربوط به قرون گذشته هم نیست. برای همین چند وقت قبل تا دیروز برخی برجام رو لاشه متعفن خوندن. برخی گفتن که در مجلس اون رو با آتش میکشید. بالاخره امروز همه برجام رو دستاورد نظام دونستن. در آینده هم برخی خیلی چیزهای برخی موارد دیگه مشخص خواهد شد. این هم حرف درستیه که اجرای موفق از سیاست خارجی نیاز به اقتدار داره و ولی به هر حال اگر هم این دولت مقتدر نبود چگونه میتونست با وجود خروج آمریکا از برجام، اقتدار یعنی این، با وجود خروج آمریکا از برجام، آمریکای ترامپ که طرح‌های خطرناکی رو تو شورای امنیت سازمان ملل می‌خواست به پیش ببره، این آمریکایی که ترامپ و خبیث‌ترین تیمی که تاکنون ما می‌شناختیم یه دفعه همه تو کاخ سفید جمع شده، یعنی بدخواه‌ترین آدم‌ها علیه ایران، نه علیه این نظام سیاسی، اصلا با ایرانی مشکل داشتن. خب اگر اقتدار نبود چگونه می‌تونستیم بریم؟ اگر اون روز که اسرائیلی ها رژیم اسرائیل به ترامپ گفتن تو از برجام خارج، تو ایران بلافاصله خارج میشه، دیگه تو کاری نداری، دیگه میریم ما تو شورای امنیت، این تدبیر نبود، این اقتدار نبود. طرح‌های خطرناکی که شکست خورد تو دادگاه‌های بین‌المللی شکست خوردن، ناچار شدن اعتراف کنن که به حقوق متقابل ایران احترام بگذارن. اینها 300 سال پیش رخ نداده، همین یکی دو ساله رخ داده اینها. و اقتدار ملی هم همینه و فکر میکنم دیپلمات‌های ما در جایی که علیهشون در داخل فیلم ساخته میشد، انواع تهمت‌ها زده میشد، اینا در خط مقدم وایستادن و یادتون هست بیلبورد های آهنتامیز براشون درست میشد. سکوت کردن، ایستادن و مذاکرات خوبی رو میتونن بردن، حقانیت ما رو نشون دادن. من فکر میکنم دولت 11 12 به رغم همه بی اخلاقی های داخلی مقتدران از حقوق مردم دفاع کرد. در مواقعی هم باید به هر حال تیر زهرآگین داخلی رو هم تحمل میکرد. به هر حال از خارج هم که تیر زیادی میفرست، دشمن رو میفرستادن، مردم رو میخواستن بریزن کف خیابون، در هنر تحریم نوشتن.
اصلا گفتن 3 ماه دیگه ایران تموم میشه، ایران نمیدونم 40 سالگی رو نمیبینه، 40 سالگی انقلاب رو اینها هست، اصلا به کلی سری نیست. اینا داده هایی که الان شما میتونید ببینید، اینا اینترجنس نیست، داده هایی که شما الان میتونید ببینید اینا رو. برها در همین زمان هم که گفتن که ما دستاوردهای هسته‌ای رو نابود کردیم، من با دوست گرانقدرم آقای صالحی صحبت میکردم، بعد از همین طبق قانون راهبردی مجلس سازمان انرژی اتمی موظف شده بود که 120 کیلو اورانیوم 20% در طول یک سال تولید کنه، در طول یک سال. اما از زمان ابلاغ اون قانون تا به امروز که حدود 5 ماه میشه، طبق آخرین خبری که من ازشون گرفتم، ما حدود 108 کیلو اورانیوم 20% تولید شده الان داریم. این کجاش درش گفتن سیمان ریختید بستید. این که طی کمتر از نصف زمان در نظر گرفته شده سازمان انرژی اتمی به هدف تعیین شده دست پیدا کرده، حتی در زمینه تولید اورانیوم 60% در فاصله کوتاهی که از زمان تولید میگذره حدود 6.5 کیلوگرم اورانیوم واقعا مورد نظر امروز تولید شده. آیا اینها شواهدی بر اقتدار نیست؟ توامندی نیست؟ به هر حال ما آنچه که میتونستیم درد و رنج مردم رو کم بکنیم. جنگ رخ داد، در جنگ ما اتفاقات ناگوار میفته، ما هنوز محاسبه نکردیم هزینه ها رو، هزینه فرصت های از دست رفته ای که میتونستیم داشته در اقتصاد ما رخ داد، هزینه گرون شدن کالاهایی که میتونستیم بخریم، هزینه سرمایه گذاری هایی که تو کشور انجام نشد. بسیاری از این هزینه ها کوچک کردن اقتصاد ایران اتفاقی که رخ داد. اگر اینا محاسبه شه و بدونیم که چقدر با این تحریم ها جنگ، همه جنگ ها آسیب میزنه، اگر این چون جنگ فیزیکی نیست، جنگی علیه تمامیت زندگی مردم بوده، تا تمامیت ارضی جامعه، تمامیت زندگی مردم بوده، محاسباتش سخته، حتی آثار روانیش، اثرش روی فرد و این دولت چگونه ایستاد در کنار مردم. مردم هم نگران بودن، ناراحت بودن، ما میفهمیدیم نگران ناراحت بودن، برخی فقط میخواستن فلش رو بگیرن سمت اینکه این مردم ناراحتن، از فقط از دولت ناراحتن، ولی مردم ناراحتن، از ما ناراحتن بودن، ما هم باید جون دل میخریم ناراحتی مردم رو، ولی به مرور هم متوجه خواهند شد که این دولت ایستاد در کنار مردم، ایستاد نفت‌ها هم به جان خرید و ولی به هر حال اجازه نداد ایران فرو بریزه به کمک همین مردم، با مقاومت همین مردم و حمایت‌های رهبری معظم انقلاب و رهنمودهای رهبری معظم انقلاب، یعنی این مثلث تلاش دولت، حمایت رهبری و مقاومت مردم کمک کرد که منتهی به اقتدار امروز به این وضع رسیدیم که دشمنان اعتراف به شکست میکنن و روزی که حتی یک رئیس اداره حاضر نبود وزیر ما رو ملاقات بکنه، چطور این اقتدار نیست؟ 5 تا وزیر میشینن، افتخار میکنن که با وزیر خارجه ما میشینن بحث میکنن، اینا هم که تو تاریخ خیلی دور نیست، ما هم تاریخ الان هست. انشاءالله که این مسیر ادامه خواهد داشت و تحریم ها به عقب خواهد رفت و در ماه های آتی مردم زندگی بدون تحریم رو قطعا تجربه خواهند کرد و مزه مقاومتشون رو، دستاورد مقاومتشون در این 3 سال رو خواهند چشید. بریم